درود در این برنامه پارسالیپ برای ما خواهد خواند. چهره نو که روی اینترنت کاره اتفاقا پوستر و گرافیکش دیدم چقدر جالبه. بعد دوستان آهنگ خوب داشت از 20 آهنگش. از وقتی گفتم که میخوایم ضبط کنیم تا الان سوار موتورسیکلت رفت دور شهر رو گشت و در کلیسای نور شهر نوازندگان رو پیدا کرد و برای ما آهنگاش رو برای اولین بار به طور زنده اجرا میکنه با موسیقی زنده. برادرش هم اینجا نور نگه داشته، آریا. و حالا ما برنامه رو ادامه میدیم و تقدیم میکنیم به شما پارسالیپ و آهنگ امو آدم دست آهنگ دلتنگ فرداها پارسالیپ. بطه لیپ رو بعدم فهمی چیه. من دلتنگ فرداهام، من درگیر رویاهام، تو غرق آرامشی که من ساختم، که من باختم. پرواز کن آزاد شو، اینجا جای موندن نیست. پرواز کن آزاد شو، اینجا جای موندن نیست، جای موندن نیست. تو بهتر از ویرو از آرامشی که تو ساختی، که تو باختی. پرواز کن آزاد شو، اینجا جای موندن نیست. پرواز کن آزاد شو، اینجا جای موندن نیست. بسیار عالی، سپاس از همگی بچه‌ها. خیلی متشکرم. اومدی آقا، درود بهت. خیلی خوشحالم می‌بینمت در اینجا. بعضی‌هام که خوبه دیگه، ساعت رولکس قلابی و پارسالیپ چیه داستان ال آی پی؟ پارسا که اسم خودمه، بله. ال آی پی هم میشه لایف ایز پینفول. بله، زندگی دردناک است. چرا دردناک می بود استاد؟ نه، به خاطر اون احساسی که بعضی موقع توی موزیک استفاده می‌کنم. به خاطر اون درد زندگی داره. درد زندگی، بله. و زندگی برات خیلی چه مراحلی بوده که اینو بیشترش تاکید کردی؟ خب من بیشتر از دردام استفاده کردم توی موزیکا و بیشتر توی، حالا من چون گرافیک هم کار میکنم و دلیل آشنایی ما هم بود. دقیقاً گرافیک. چون دقیقاً بگم که پارسا یا پارسالیپ کاری که کاره پوستری یا گرافیک خیلی جالبی انجام میده، عجیب غریبه. سرون با هم آشنا شدیم، تو هم گفتی که چی؟ گفتی آقا من چند تا آهنگ دارم. بله، بله. و سر اون شد که الان در خدمتتون هستم. ما ملاقاتم در ترکیه هستش و تو خودت میگی که از 16 سالگی اومدی بیرون. چند سالت هست الان؟ من الان 25 سالمه و بله، من الان ترکیه هستم. این مدتی قبلش مالزی بودم و حالا ایران دوباره برگشتم و دوباره اومدم. میره میره. و تو خونت هم اینجا کار میکنی؟ توی آپارتمانت آهنگار اونجا کار میکنی؟ بله، من خب قبل اینکه وارد دنیای موسیقی به این شکل بشم که الان اینجا هستم، خب چارچوب کاری من همون فضای اتاقم بوده. بله. و دنیایی که تو سرم و خیالاتم و اتاقم ساختم. چرا تو از این هستی خیلی تو دنیای خودتی؟ چرا؟ به خاطر اینکه من وقتی که تو دنیای خودم باشم میتونم چیزایی رو خلق کنم و بسازم که اون رنگ و بو رو داره. و اگه یکم بیام بیرون و از اون قضیه خارج شم، شاید
صدمه روحی اصلا میبینیم. ما این اخباری که امروز هست بهتره اونجا ببینیم، ما میام پیشت بیان چش. خب بها این ژولیدگی ایشون برای اون درد الایپی. بله چی بود؟ زندگی دردناک است. زندگی دردناک. ولی جالبه تو تیپ تو خوب ساختی. من یه سری ویدیو ازت دیدم از قبل، گفتم بابا این کیه؟ این بود منو زفتش کنی. آره رفتی راحت چون نداشتی دیگه راحت، واسه کارت نیست کسی مثل من که به خوده بت عادت کردم و دل تنگم. تو رو دوست دارم، تو رو دوست دارم. آره خب حال من خوبه، از اول تو زندگیم پوله، داستان من به تو دوره، به چیزایی که واسه بوده بذاری جای خود منو میبینی زندگی حال عجیب تره. ولی خب یه خودسازی کردی، یک شکل جدید به خود داری، مدل خاصی رو روی خودم اجرا کردم. عالی. و یه آهنگی رو میخوام بخونی اگه میشه. بله. خب یه آهنگ دیگه که از ساختهای خودته. بله این آهنگ که ساختم فیس تایم اسمش، راجبه یه سری رابطه های دختر پسرهای امروزی که خب میدونید که همه اینا رفته توی فضای مجازی بیشتر. فیس تایم رو تلفنامون، روی آیفون، روی بعضی از تلفن‌هایی داره که ما میتونید تماس بگیرید ببینید که از خط تلفن اسمش تصویر بگیرید. استفاده کردی واقعا برای این داستانت؟ بله. این تجربه شخصی جدی؟ بله. در ایران یا در اینجا بوده؟ در یا در اینجا و حالا جای دیگه. خب ان شاء الله خیر باشه. پس ما این آهنگو میشنیم فیس تایم. بله. شما گیتار لطف بفرمایید. بله. شما یه گیتار الکترونیک میزنید. آهنگی رو که برای ما اجرا میکنن آهنگ کوتاهی خواهد بود به اسم فیس تایم. پس این آهنگو میشنیم، منم برم با عزت یه پارکی رو میخوام نشون بدم به مردم. بله. پارک عباس آقاست اسمش، خیلی جالب. بعد برمیگردیم دوباره شما رو میبینیم با آهنگ بعدیتون. بله. تنها کسیه که تا حالا دیدم، اولین کسیه احساسمو بهش میدم، اولین آدمی که میرم. آره اشکال کارم معلومه، عمر رابطه من و تو تمومه. نه منطقه قدیمیه، دارن تخته بازی میکنن و قهوه خونه قدیمی و جدید کنار هم هستش. اینجا توی استانبول این تنها ساعت آفتابی که دیدم زیر نور ابری آسمان 12 ساعت هستش. ما اومدیم کنار این ساعت به پارکی برسیم که پارک خیلی مهمیه. یه دونه علامت خیلی جالب دمه درشه، اونو با هم نگاه بکنیم. این خیلی جالبه، این بعد ورود این پارک عباس آقا از اسمش. عباس آقا یکی از میشه گفت خواجگان دربار عثمانی بوده، ما 400 سال پیش سرپرست حرمسرا بوده و این پارک یکی از املاکش بوده که به صورت قبرستانی هدیه میکنه به مردم شهر که قبرستان بزرگان اون زمان بوده. و اینجا هم سنگر جدید فرهنگ جوانای شهر استانبول هستش. خیلی بعد از اتفاقات و کودتاها و شورشایی که شد و زد و خوردهایی که شد از منطقه استقلال و تقسیم اومدن به اینجا که بشیکتاشه، شوکن کافه باز کردن، رستوران باز کردن و این نقاشی‌های خیابونی اینجا خیلی زیاد شد. یه رستوران داره باز میشه اینجا که بچه‌ها دارن توش همین نقاشی دیواری رو کار می‌کنن. بعد ورود این پارک این نقاشی دیواری می‌بینیم، یه علامت رو می‌بینیم که این کاری هنرمند فرانسوی به اسم سایکوزی
علامت معروفش که فرشته عشق هست رو به دیوار زده. از هنرمندان قدیم نقاشی خیابونی فرانسه است. هنر دیواری، هنر خیابونی که نقاشی دیواری هستش، در حدود 40 سال پیش شکل گرفت و این یه جور در اصل یه عده جوانای اومدن که گفتن این نمایشگاه ما شهره، یعنی دیگه گالری ها اینا مهم نیستن، اونا خاصی آدم هایی شدن که میخوان چیز بخرن، ما میخوان فقط برای هنر کار کنیم. برای همین شروع کردن رو دیوارهای شهر رو خراب کردن، ولی بعد انقدر این هنر پیشرفت کرد که به این شکل در اومد. و جالبه این هنر خیابونی چون بعدا روش رنگ میخوره، کسی روش میکنه، ما رو یاد اون جمله معروف میندازه که رو خالکوبی دست بعضی آدم هم اینجا دیدن و خیلی از ایرانی هم خالکوبیش کردن، جمله معروف این نیز بگذرده، که زندگی ما همیشه گذراست و این نقاشی دیواری این رو گویا هست برای ما. این اتفاقا به پارسا هم ربط داره ها، چون پارسا هم کار گرافیک میکنه و جز اون فرهنگ خیابون تقریبا حساب میشه. اون حرکتی از جوانای ایرانی که موسیقی و کار خیابونی میکنن یه جور ربط داره برنامه امروز ما. و به این مناسبت میخوام ویدیوی یکی از گروه های ترک رو ببینید که توی خیابونای پر از نقاشی دیواری فیلم برداری شده. گروه دالگانا بار که ایشون هم فیلم برداری کرده، میشه ببینیمش؟ ببینید شهر استانبول پر از این نقاشی چه زیباست. بعد بریم به پارک. Sarhoş olmasam da ne kalırmasam da ilk günahlarım bile yeter sana. Söyle durma söyle şöyle durma şöyle dolu kadeh güzeldir elinde. Sarhoş olmasam da ne kalırmasam da ilk günahlarım bile yeter sana. Söyle durma söyle şöyle durma şöyle. Sabırla beklenen o an sana ne verdi? Kaçırdın ah canım benim bu son seferdi. Beyaz bir tavşanın peşinde kırk harami. Açıl susam açıl vakti geldi. Sabırla beklenen o an sana ne verdi? Kaçırdın ah canım benim bu son seferdi. Beyaz bir tavşanın peşinde kırk harami. Açıl susam açıl, açıl susam açıl, açıl susam açıl. ویدیوی دیوات شهر پر از این نقاشی دیواری قسمتش. این جالبه، حالا بعد به ورودی این پارک عباس آقا اینو ببینید، خیلی جالبه. این لونه‌هاییه که برای گربه ها گذاشته. اینجا پارک رسیدگی به گربه های ولگرده و خیلی از این لونه ها و خونه هایی که اینجا هست و قهوه خونه های همین اطراف در اصل اومدن خرجش رو دادن و گذاشتن اینجا، حمایت اونا هستش، به قول شما اسپانسرشون اونا. جالبه اینجا هم یه نگهدارنده گربه یا سرفرست گربه هست، این آقای گفت ببینیم آخه خوابیدن اینجا ببین کام. و این خیلی درس عبرت برای همه ما که چند این ملت مهربونن نسبت به حیوانات خیابونی. حتی سگای اینجا هم در ره رو گوششون علامت گذاشتن. خیلی از بچه ها تو ایران تماس میگیرن که خیلی خوشونت های وحشتناکی با حیوانات توی خیابونا میشه متاسفانه در ایران، ولی انجمن حمایت از حیوانات همیشه هست، بعد به اونا رجوع کرده. تو بریتانیا مثلا هیچ گربه یا سگ ولگرد دیگه وجود نداره، سالهای ساله. خلاصه اینا خودتون ضرب و تقسیم کنید نتیجه برسید. حالا بریم پایین تر چه خبر. جالبه که اونجا هم یه قسمتش بیمارستان گربه هست، یه لونه های مختلفی رو گذاشتن کنار هم که گربه ها بتونن برن توش زاد و ولد کنن بمونن. تمام این تپه ماهورایی که اینجا می‌بینین زمانی قبرستان بزرگی بوده در دوران عثمانی، یعنی در صدها سال پیش، که بعد تصمیم گرفتن که اینجا رو با خاک یکسان کنن، قبرها رو خلاصه روش چمن می‌ذارن، درختای جدیدی می‌کنن که درختای سرو و کاج و درختای بسیار زیبایی که اینجا می‌بینین. ولی برای ما مهم‌ترین قسمت اون پایینه که می‌خوام بهش برسیم. Sen sandım ellere uzandım, sana değil kendime kızardım ben. Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona. Soramadım ama kalbime yan yana, saramadım o benimden bir daha.
توی پاگسی بچه ها دانش آموزه شستن سال آخر دبیرستان هستن، روز تعطیلیشونه، دور هم جمع شدن و بی دغدغه دارن دم میگیرن. یکی از آهنگای محبوب این نسل رو میخوام بخونم به اسم شمردن که میشه سایدا؟ سایدن چه سایدن؟ شمردم، یعنی میگه روز و شب رو شمردم، نم چی شمردم تا اینکه تو بیای نیومدی مثل اینکه درسته، ولی میاد به هر حال امیدواره. همه دلشون شکسته اصلا رو برامون Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben Sen giderken aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbine yan yana Saramadım o elinden bir daha Sen giderken Saydım kaç gün oldu Saydım kaç gece oldu Saydım her gün aynı dön Dön istersen Saydım kaç gün oldu Saydım kaç gece doldu Saydım her gün aynı dön Dön istersen Geceler uyu sesine uyan İnce çok جالب و مقدسی میتونیم بگیم هست. اینجا نوشته اینها قهرمانان دموکراسی هستن در ترکیه و هر کدوم از این مجسمه‌ها تندیس‌ها یادبود یکی از متفکران، محققان، روشنفکران یا نویسندگان خبرنگارانیه که در کودتا، قیام‌های مختلف، دست به دست شدن دولت‌ها ترور شدن یا کشته شدن. و جالب من این تیکر نوشتم چون یادم میرفت، چون شهردار همین محله بشکتاش دستور ساخت مجسمه ها رو داده در سال 2008 هست، یعنی زمانی که الان میگیم 9 سال پیشه. جالبه اسم شهردار هست اسماعیل اونول، شهردار بشکتاش که به هنرمندان دانشگاه هنرهای زیبای معماری سینان دستور داده بوده و اون دانشجوها این مجسمه ها رو ساختن و اینا کسانی هستن که در 40 سال گذشته کشته شدن. و خود شهرده خطابه خیلی قشنگی رو نوشته که من اونو ترجمه فارسیش میگم، نوشته اینها کسانی هستن که از بستر هنر، دانش و فرهنگ برخواستن و زندگی خودشون رو در خطر انداختن تا افکار عمومی رو جلو ببرن، کسانی که با کارشون و کوشششون جامعه سکولار و خالی از عقاید و رفتارهای تند رو تشویق کردن و اینها کسانی هستند که از جامعه امروزی پیش رو دفاع کردن، کسانی که خودشون رو فدای آزادی دیگران کردن. حالا من چند تا از این شخصیت ها رو بخونم اینا کیا هستن. و خیلی جالبه یک کشوری بیاد واقعا یه همچین چیزی رو به عنوان یادبود بذاره. ایشون ارمومجو هستش، خبرنگار، نویسنده و محققی که در سال 93 میلادی توسط یک بمبی که زیر ماشینش گذاشته شده بوده به قتل میرسه. ایشون دوغان اوز، این حقوقدان بوده و همینطور شاعر در شهر آنکارا که در سال 78 میلادی، یک سال پیش از انقلاب ما، تا وارد ماشینش میشه به ضرب گلوله کشته میشه. و این هم عصیم بزیرجی، محقق، نویسنده و نقد کننده بوده که به همراه 30 نفر از متفکران و روشنفکران دیگه در سال 93 یعنی 72 خودمون در یک هتلی که آتیش میگیره میسوزه. و خانم دیگه هم اونجا هست و مجسمه های دیگه. اینا خیلی واقعا با ارزشه. تن دوست دارم با یک آهنگی این مجسمه ها رو نگاه کنیم و داستاناشون رو برای شما بنویسیم. آهنگی رو میشنویم که صدای ویارش واقعا عالی است. این حسی که تو این ویارون هست و تنظیم این آهنگ خیلی به شاید حس این تندیس ها میخوره. از گروه دالگانا باک، یعنی دنبال کار خودت باش. Thank you.
اینجا دیگه آخر پارک عباس آقا هستش. اینجا هم آمفی‌تئاتر به یک نمایشخانه روباز نیم دایره‌ای مدل رومی. ببین پله‌های رنگین کمان این شعار نوشته، سه کلمه است: عدالت، کلمه عدالت، özgürlük یعنی آزادی، اونجا هم لایکلک یعنی لایکیت. این شعار این پارک و این یاد بودا دلیلیه که مجسمه اینجا هستن. برنامه موسیقی بی بی سی رو نگاه میکنیم، بلور و نفش، برنامه موسیقی که داستان پشت آهنگ ها رو به شما نشون میده، مثل این پارک. به استودیو میریم، پارسا لیپ منتظر ماست. برنامه رو ادامه میدین در این استودیو با این قیافه، با پارسا. پارسا آه خیلی ممنون، خیلی ممنون. چقدر همگی شما اتنی صحبت بکنم با بچه ها. حالا داستان اینه که پارسا خب گروه که نداره و الان این یک حرکتی که از موسیقی خانگی تو وارد دنیای صحنه بشی، حرکت بعدی دیگه برای هر چطور شد بچه ها جمع شدن؟ من راستش یه جاهایی میدونستم که میتونم بچه ها رو پیدا کنم، با موتور رفتم گشتم و و این یک معجزه بود. معجزه بود. معجزه بود اصلا. بله. بچه ها در کلیسا پیدا کردم موزه دستی گیتار تو باش میاد. مرسی. توی بچه های کلیسای نور هستن در ترکیه که ایرانی هستن که مسیحی شدن اینجا هستن، مسیحی قدیمی. بله. شما از کار موسیقی توی کلیسا میکنید؟ بله دقیقا کار موسیقی انجام میدیم. گروه پرستش هستیم. اه وقت آهنگای چیه؟ بله بله خوشبختم. صدای بسیار زیبا. خیلی هم سال میخونیم درسته؟ آقا بلندش ایشو بفرمایید. من افتخاریه به پارسا جان. هر کسی هم که جزء گروه نیست ایشون از آخر خوشم به اسم آقای ایکس، ولی اسم شما من یاد محسن. آقای محسن حتی خیلی ممنون ایشون خلاقیت به خرج داد، چون تو برنامه ما کاخون ممنوعه، یعنی موسیقی تقلیدی همه کسای دیگه میسن مون اساسا. شما لطف کردین با یک آره طبل اسباب بازی خود خوش اومدن و به این میگن خلاقیت. خیلی متشکرم. شما با خیلی از خواننده هم زدین این برای دنیا، بجز داریوش از و با گ شروع میشه. گ گوگوش و توحیدم البته جزء کلیسای نور هستش و خودشان دوچرخه سوار حرفه‌ایه و مسابقه داره. موفق باشی. خواهش می‌کنم اجرا می‌کنم آهنگ بعدی رو، شما بنش شما سندویچ ببرم که راحت شی. آهنگ نور تاریکی. سلام نور تاریکی، هر جا با من را میری حتی را به میگی، توی خواب و رویا حتی روی دریا با من را میری، میرفتی با من دوران من اینو دو
میگم.